سلام بینندگان عزیز و علاقمندان بافت، خدا کنه که جور ساعت باشید. ما باز نظر به وعده های قبلی خود که گفته بودم ویدیو های مرا تعقیب کنین، ما دیزاین های مختلف دیگه را بر شما نشان خواهد دادم که چطور بافته میشه. امروز ما هی بافته بر شما نشان میتم که چطور بافته میشه. ای چپیش هسته و ای هم راستیش هسته. ما این دیزاین یا این بافته در یک جاکت تفلانی که از رای یخن شروع کرده بودم رو به تمام شدن است. خواستم قبل از اینکه ایره خلاص کنم ما همی بافته بر شما نشان بدم که چطور بافته میشه و انشالله که ما داینده نزدیک بر شما این بافتم نشان خواد دادم، یعنی یک جاکت تفلانه از رای یخن چطور سر میشه و چطور بافته میشه. شما صرف همو ویدیوهای ما رو تعقیب کنین، سابسکرایب کنین، لایک کنین و ما همیشه با شما خواهد بودم با دیزاین ها و بافتای مختلف. خب شروع میکنیم. امروز این دیزاین که ما قبلا یک 13 دانه سر کردیم و یک کمک فیتگکم مثل دور یخن ازی بر شما بافتیم. این بافت باید گفت که کلش راسته بافیسته، چی دست طرف راسته بافتتان برسین هم راسته میبافین و اگر در طرف چپه بافتتان برسین هم راسته میبافین. و در ضمن همیشه دانه اولتان بازم تکرار میکنم که میگیرین و همیشه دیزاین یا نقش اندازی در طرف راسته بافتتان انداخته میشه. خوی بافت یک دانه را میگیرین، یک دانه را دو دانه میسازین. قسمی که داخل همون دانه فیلی که در سیخ دست چپتان از سیخ دست راستتان داخل نمی کنین، بلکه یک دانه پایانترش یا یک تار پایانترش ببینین به اینی شکل سیختان داخل میکنین و تار اندازی میکنین و دانه را میکشین و او دانه را هم الا نمیتین پس میگیرین که این نمایندگی از دو دانه کرد. ببینین یعنی یک دانه را دو دانه ساختین، به این شکل این دانه را که بافتین یک دانه دیگه تانه پس زیاد نمیکنین، اما تا ساده میبافین راسته. باز دانه بعدیشه دو دانه میسازین به اونمو شکل که در داخل دانه فیلی داخل نمیکنین سیخه، بلکه در دانه پایانترش داخل میکنین، دانه را میگیرین، باز یک دانه را ساده میبافین. یعنی یک دانه بعد شما یک دانه را دو دانه میسازین، یک دانه بعد که یک دانه را میبافین دانه دیگر را دو دانه میسازین به اینمی شکل که او دانه را میگیرین و باز نوبت دانه یک دانه ایسته، باز یک دانه را زیاد میکنین، امو دانه را خودش پس میگیرین، باز یک دانه ساده را میبافین، باز یک دانه را زیاد میکنین و می شکل باز یک دانه را میبافین، دانه آخر را میبافین. ببینین دوست عزیز هناله در طرف چپه چی میکنین؟ امو دو دانه را که شما جور کرده بودین، یعنی یک دانه را دو دانه، پس دستیخ طرف چپتان، گرچی هم راسته بافیست، گفتم این دیزاین کلش راسته بافیست، او را یک دانه میسازین. ببینین دانه اول همیشه بافته نمیشه در دیزاین، دانه دومتان این دو دانه بوده که جور کردین دستیخ پیشتر، ای را پس یک دانه میسازین، دانه یک دانه ای دانه مامتر یک دانه است، دانه دگر دو دانه است، یکی می سازیم پس دانه یک دانه ای را می بافیم، بازمو دو دانه ای را یک دانه می سازیم به اینمی شکل در طرف چپه، پس همو دو دانه را یک دانه می بافیم. البته کلن راسته بافیسته، چی به طرف سیخ دست چپتان برسین هم راسته می بافیم، اگه چی در طرف سیخ دست راستتان که نوبت دانه زیاد کردن است هم راسته می بافین. این باز در سیخ دگر رسیدیم، اینجا باز دانه اول می بافیم، می بینیم که نوبت کدام دانه است. ببینین دوستای محترم این دانه را که پیشتر شما دو دانه ساخته بودین که این دو تارک هم معلوم میشه، یعنی که دو تار دو دانه ساخته بودین، این بار این دانه را دو دانه نمی سازین، بلکه او دانه را که دو دانه نساخته بودین ساده بافته بودین در این بار او را دو دانه می سازین. اینال نوبت از این نیست،
ایره پیشتر دادان ساختین و حال نوبت دانی دگه است که نساخته بودین و ایره حال به مو شکل که او رو دادان ساختین باز ایره ممتا دادان می سازین. سعی کنید که در کجا مسیخ داخل کردم دانه انداختم ایره گرفتم او دانه خودم پس در این سیخ انتقال میدم. او دانه دگره می بافم باز یک دانه دگره اما قسم زیاد میکنم یک دانه در داخلش ای دانه را می بافم باز یک دانه دیگره یک دانه زیاد میکنم. این می رقم پیش میرین هر یک سیخ باد که چپای دانه بافتین در طرف راسته بافتتان دانه را زیاد میکنین ولی او دانه را که یک بار زیاد کردین دفعه دیگر نمیکنین دفعه نمی قسم نوبت میتین یعنی هر دانه یک دیزاین باد نوبتش میرسه. باز این راستا بافیستن لیکن طرف چپی ماستیم. ببینین اینجا میبینیم که کدام ماده دانه بود. دانه ای اینیسته این پس یک دانه میسازیم. دانه یک دانه ای ماست. باز دو دانه ای را یک دانه میسازیم. ولی راستا میبافیم. بسیار ساده است اگر متوجه شوین ولی این خوبیش است که این دیزاین گچی که بسیار ساده بافته میشه اما بسیار مقبول هم است و خصوصا برای اطفال بسیار مقبول است که از این دیزاین استفاده کنین. باز میگیریم اینا در نقش اندازی میرسیم. این بار باز اینال دانه اول خود که بافتیم در دانه دوم باز نوبتش رسید که مثل که در اول انداخته بودیم دانه دوم باز دو دانه میشه. دانه دگر که پیشتر دو دانه ساختیم این بار یک دانه میبافیم. باز اینه ببینین خود به خود میفهمین که وقتی میبینین که دو تارک معلوم میشه ایره یعنی پیشتر دو دانه ساخته بودین او را این بار دو دانه نمیسازین. یعنی خود به خود معلوم میشه که یک تاریج معلوم میشه در زیر سیخ داخل میکنین تار مندازین میکشین بازو دانه را پس دمی سیخ انتقال میتین. ای دانه دیگر نوبتش نیست این باز ای دو دانه میشه. سعی کنین به نمی شکل دوستای محترم ای بافتتان پیش میره و ادامه میتین. این می رقم یک دانه زیاد میکنین یک دانه را میبافین. خدا کنه که فامانده تانسته باشم و یعنی ببینین باز در طرف چپ هستم دانه دانه دو دانه ای را یک دانه می سازین و اینمی قسم پیش میرین راسته می بافین. پس هم دو دانه هر کدامش که دو دانه ایسته او را یک دانه می سازین. دوستای محترم خدا کنه خوشتان آمده باشه این دیزاین. همیشه باز هم تعقیب کنین ویدیوهای ما، سابسکرایب کنین، لایک کنین و با ما باشین. امی ما بار دیگه باز براتون یک دیزاین مختلف دیگه براتون میگم که چی رقم بافته میشه او را نشان میدم. انشالله دیگه ای بار باز اینه ببینین نوبت از ای دیگه است دادانه میسازیم. اینه می دیزاین هم مندازم و یک سیخ دیگه هم که برتان می بافم. خدا کنه خوشتان آمده باشه. و باز اگر می خواستین که زیادتر ویدیو را سیل کنین و نه می تانین که زیادتر ببینین به خاطر از این که ما برتان دیگه زیادتی را تعقیب کرده نمی تانم چون گنجایش ثبت و قدر زیاد نیسته و صرف همه قدر که برتان نشان باتم طریقشه که چی رقم بافته میشه. یک دانه میسازیم پسی را چون در طرف چپی بافته خود هستیم پس همون دو دانه را یک دانه میسازیم و خلاص. این می قسم ادامه میتین. یعنی ببینین دوستای محترم که بافت ما تمام شد مکمل مثل ازمی بافت واری. سعی کنین یام چپش هسته ای چپا بافیش
یا هم راست بافیش. دوستای محترم، تا ویدیوی آینده شما رو به خداوند پاک می‌سپارم.